خدمت شما، کوروش آلادین هستم و این ساعت خبر صدای آمریکا است. سرقت خبرها. همزمان با نبرد در شمال و جنوب اسرائیل، رجزخانی مقام‌های حکومتی ایران در مورد حمله احتمالی اسرائیل ادامه دارد. وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران، از محرومیت‌های پزشکی در زندان تا فشار بر خانواده‌های دادخواه و سرعت گرفتن ماشین اعدام. و شمارش معکوس برای انتخابات ریاست جمهوری و کنگره آمریکا همزمان با روبوده شدن ایمیل‌های کمپین ترامپ توسط هکرهای جمهوری اسلامی. خانم آقایان، به ساعت خبر جمعه 4 آبان 1403 برابر با 25 اکتبر 2024 خوش اومدید. جنگ اسرائیل با شبه نظامیان نیابتی جمهوری اسلامی و حمله تلافی جویانه اسرائیل همچنان ایران رو در کانون توجه تحولات قرار داده. مقام‌های جمهوری اسلامی و روحانیون نزدیک به حکومت همزمان تلاش می‌کنند که حمایت‌های حکومت ایران از گروه‌های شبه نظامی رو توجیه کنند و مردم رو در داخل ایران با سیاست‌های حکومت همسو. ارتباطی داریم با سوران خاطری از اتاق خبر صدای آمریکا. سوران، از آخرین تحولات مربوط به حمله تلافی جویانه اسرائیل برامون بگو. کوروش، روزنامه واشنگتن پست آمریکا در گزارشی تعدادی از سایت‌های نظامی ایران رو منتشر کرده و از اونها به عنوان اهداف احتمالی حمله تلافی جویانه اسرائیل نام برده. علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، در واکنش به گزارش واشنگتن پست در اظهاراتی مبهم گفته: من نقل قول می‌کنم اینها رو خودشون منتشر میکنن، اگه سندیتی داشته باشه هم آمریکایی ها اون رو منتشر کردن و اگه هم اهدافی داشته باشه این اهداف خیلی ربطی به ما نداره. روزنامه نیویورک تایمز هم گزارش داده که جمهوری اسلامی خودش رو برای حمله اسرائیل آماده میکنه. طبق این گزارش اگه اسرائیل در حمله تلافی جویانه خود تأسیسات هسته‌ای و نفتی ایران رو هدف قرار بده، جمهوری اسلامی پاسخ شدیدتری خواهد داد و ممکنه تا 1000 موشک به سوی اسرائیل شلیک کنه. در این گزارش مقامات جمهوری اسلامی از جمله دو فرمانده سپاه پاسداران گفتند که اگه حمله اسرائیل به تأسیسات نظامی حکومت ایران محدود بشه، جمهوری اسلامی ممکنه از پاسخ به اون چشم پوشی کنه. روزنامه وال استریت جورنال هم به نقل از منابع غربی گزارش داده که حوثی‌های یمن برای هدف قرار دادن کشتی‌های بین‌المللی در دریای سرخ اطلاعات این کشتی‌ها رو از روسیه گرفته‌اند. طبق این گزارش این اطلاعات به واسطه سپاه پاسداران از روسیه به حوثی‌های یمن منتقل شده. در این میان مقامات بین‌المللی هر روز بیشتر از حمایت‌های جمهوری اسلامی از گروه‌های شبه نظامی انتقاد می‌کنند. در آخرین مورد جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت ایران و حزب الله مسئول اجرا نشدن قطعنامه شورای امنیت در لبنان هستند. از سوی دیگه مقامات جمهوری اسلامی همچنان سعی می‌کنند که حمایت‌ها از گروه‌های شبه نظامی را توجیه کنند و از این گروه‌ها قهرمان بسازند. امروز جمعه مراسم تشییع جنازه علی حیدری که در حملات اسرائیل در لبنان کشته شده بود برگزار شد. حکومت ایران مدعیه که او در قالب تیم‌های پزشکی در لبنان بوده. جدای از او، یک شهروند دیگر ایران هم به نام معصومی کرباسچی در چند روز گذشته در لبنان کشته شده. امیر سعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، پس از کشته شدن اونها به شورای امنیت سازمان ملل نامه نوشته و خواهان اقدامات قاطع برای پاسخگو کردن اسرائیل شده. عباس کعبی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان، از جمهوری اسلامی به عنوان قرارگاه اصلی جبهه مقاومت نام برده و گفته حفظ نظام به همین دلیل مهمه. محمد سعیدی، نماینده خامنه‌ای در قم، هم گفته حمایت از گروه‌های شبه نظامی زمینی ظهور امام زمان رو فراهم می‌کنه. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس جمهوری اسلامی، امروز در یک سخنرانی گفت که جمهوری اسلامی به اندازه مشکلات اقتصادی کشور باید به گروه‌های شبه نظامی هم بپردازه. ما به همین اندازه‌ای که باید به موضوعات مقاومت اونجا بپردازیم تردید نکنید که ما باید در مدیریت کشور، در حکمرانی کشور، مخصوصا در حوزه اقتصادی، ما اگر مسائل و مشکلاتمون رو و نه واقعا این هم این مقاومته، تردید نکنید که به فضل الهی امروز مقاومت جای خودش رو در دنیا باز کرده.
با وجود ضربات شدید نظامی و امنیتی اسرائیل به گروه های شبه نظامی در لبنان و مناطق فلسطینی از سوی اسرائیل، از جمله کشته شدن سران و فرماندهان اصلی اونها، محمد باقر قالیباف مدعی شد که اسرائیل شکست خورده و این گروه ها پیروز هستند. کوروش سوران خاطری از اتاق خبر صدای آمریکا. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو باز هم با اخبار مرتبط با جنگ اسرائیل با حماس و حزب الله. گزارش ها روز جمعه از تداوم عملیات نظامی ارتش اسرائیل در خان یونس در جنوب و جبالیه در شمال نوار غزه حکایت داره. آمار تلفات این حمله ها در 24 ساعت گذشته در نوار غزه 55 کشته و 132 مجروح اعلام شده. به موازات این عملیات در غزه، بامداد روز جمعه جنوب بیروت در لبنان هم بارها هدف حمله های هوایی اسرائیل واقع شده. پروانه هدایت گزارش میده. تشکیلات بهداشتی نوار غزه روز جمعه گفت بخش عمده تلفات حمله های ارتش اسرائیل به ساختمان های مسکونی در خان یونس زنان و کودکان بودند. مقام های بهداشتی غزه میگویند دست کم 15 تن از کسانی که در این حمله ها کشته شدند عضو یک خانواده بودند. شفنا غیر الدبابات فرب اسا هم حاطين المكان. تانک‌ها در عرض یوروب محل رو محاصره کردن. تیراندازی زیاد بود. اونا مردم از خونه کشیدن بیرون و لخت کردن. لباساشون رو درآوردن. یه سریشون هم جوان بودن. بشکه‌های بمب به طرف این خونه پرت کردن. از اونجا 13 یا 14 شهید بیرون آوردن. از تقریبا 8 شب تا 3:30 صبح بود. ما تو خونه بودیم تا اینکه دیگه بالاخره تموم شد. بر اساس آخرین آمار تشکیلات بهداشتی فلسطینی ها در شبانه روز گذشته در خان یونس در جنوب و جبالیه در شمال نوار غزه در مجموع 55 تن کشته و 132 نفر مجروح شدند. آمار مجروحان از آغاز جنگ بیش از 100,500 تن اعلام شده است. به موازات جنگ غزه، ارتش اسرائیل روز جمعه با انتشار تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرد زیرساخت‌های حزب الله لبنان را که در این گزارش تروریست‌ها توصیف شده بمباران کرده است. همزمان جنوب بیروت در نخستین ساعات روز جمعه هدف حملات هوایی گسترده ارتش اسرائیل بود و گزارش‌های تصویری انفجارهای شدیدی را در میان ساختمان‌های مسکونی و دود غلیظی را در آسمان آن نواحی نشان می‌دهند. فراس ابیاز وزیر بهداشت لبنان روز جمعه در یک کنفرانس خبری گفت اسرائیل تاکنون به 55 بیمارستان حمله کرده که 36 واحد آنها مستقیماً هدف قرار گرفتند و منجر به بسته شدن 8 واحد از این بیمارستان‌ها شده است. ارتش اسرائیل میگوید در جریان یک سال درگیری‌های مرزی با حزب الله لبنان که مستقیماً از سوی جمهوری اسلامی حمایت می‌شود، ده‌ها هزار تن از ساکنان یهودی شمال اسرائیل در مرز لبنان وادار به ترک خانه‌هایشان شدند. پروانه هدایت، صدای آمریکا. امین سلام، وزیر اقتصاد دولت لبنان در گفتگوی اختصاصی با بخش فارسی صدای آمریکا گفت جمهوری اسلامی اعلام کرده در مورد حزب الله اولویت‌های دیگه‌ای داره و دیگه اونها در کانون توجه نیستن. او افزوده همین باعث شد که کشورهای عربی همسایه پا پیش بذارند و به لبنان کمک کنند. So now, I mean, since the UNGAD, since the United Nations General Assembly meetings, از زمان مجمع عمومی سازمان ملل من پیامی را که رئیس جمهوری اسلامی ایران داد خواندم. این پیام خیلی واضح و کلمه به کلمه مشخص بود که میگوید لبنان به کمک نیاز دارد. او به صراحت گفت حزب الله به تنهایی نمیتواند با اسرائیل بجنگد و پیشنهاد کرد شاید نیاز به ائتلافی از کشورهای عرب باشد که به حزب الله کمک کنند. این پیام خیلی مشخص بود و بعد پیام‌هایی در آن بود به آمریکا و به جامعه جهانی مبنی بر صلح و همکاری اقتصادی. مشخص بود او به دنبال راه حل است و نه درگیری. از دیدگاه من و از دیدگاه خیلی از سیاستمداران در لبنان و حتی جامعه شیعیان در لبنان، چه عضو حزب الله باشند چه نه، همواره فکر می‌کردند آنها پیرو سیاست‌های جمهوری اسلامی هستند، اما احساس کردند که به حال خود رها شده‌اند. درک آنها این بود که جمهوری اسلامی نمی‌خواهد وارد جنگ بشود، در نتیجه حزب الله خودش باید تصمیم بگیرد تا با دولت لبنان مذاکره کند و پیام مشخصی بدهد، حتی اگر نیاز به فداکاری باشد که بگوید ما می‌خواهیم لبنان در صلح باشد و خواهان جنگ نیستیم. کشورهای عرب این پیام را خیلی مشخص و واضح فهمیدند. بعد از آن بود که آغوش باز خیلی از کشورهای عرب را شاهد بودیم. حتی کشورهایی که در حدود یک دهه گذشته رابطه سردی با لبنان داشتند، چون فهمیدند این کشور کوچک عرب که حدود 5 میلیون جمعیت دارد، نیاز دارد که از سوی کشور
کشورهای عرب همسایه مورد حمایت قرار گیرد، چون جمهوری اسلامی چه مستقیم و چه غیر مستقیم گفت من اولویت‌های دیگری دارم و دنبال صلح و کامیابی برای ایران و دیگر کشورهای منطقه هستم. لبنان این را دریافت که باید به عنوان کشوری عرب از سوی چه شیعه، چه سنی، چه مسیحی‌های خودش مورد حمایت ائتلافی از کشورهای عرب منطقه و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس قرار بگیرد تا بتواند به شرایط بهتری پا بگذارد. وزیر اقتصاد دولت لبنان که برای شرکت در اجلاس صندوق جهانی پول در پایتخت آمریکا به سر میبره، با حضور در استودیو اختصاصی صدای آمریکا گفتگوی مفصلی با همکارم کامبیز توانا انجام داده و به پرسش‌های در مورد سپاه قدس جمهوری اسلامی، رابطه بانکی سپاه، ارتباط مالی بانک‌های جمهوری اسلامی با شبکه مالی حزب الله، دخالت جمهوری اسلامی در امور داخلی لبنان هم مشروع گفتگو کرده که به سودی از بخش فارسی صدای آمریکا پخش میشه. اما در حالی که هنوز اسرائیل پاسخی به موشک اندازی جمهوری اسلامی نداده و از واکنش قریب الوقوع حرف میزنه، تهدیدهای جمهوری اسلامی بالا گرفته. حسین سلامی فرمانده سپاه سامانه دفاع ضد موشکی تاد رو لوله خونده و گفته به این لوله ها اعتماد نکنید. و افزوده اگر اسرائیل به ما حمله کنه این بار 1000 تا موشک بالستیک به سوش شلیک میکنیم. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از انتقام کشته شدن هاشم صفی الدین گفته. علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه گفته تو دهن دشمن میزنیم. و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ادعا کرده که اسرائیل در جنگ ترکیبی شکست خورده. از سوی دیگر روزنامه نیویورک تایمز نیز نوشته که با توجه به حمله تلافی جویانه مورد انتظار اسرائیل به ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در حال برنامه‌ریزی چند طرح نظامی برای پاسخ به این حمله احتمالی هستند. در ارتباط با رجزخونی حکومت ایران و احتمال پاسخ غافلگیرانه اسرائیل، در این لحظه گفتگویی داریم با آقای هوشنگ حسنیاری، متخصص مسائل نظامی و استراتژیک از کینگستون کانادا. درود بر شما آقای حسنیاری. دلیل تعویق اسرائیل برای حمله موشکی، پاسخ به حمله موشکی سپاه چیه به نظر شما؟ درود بر شما و ملت احتمال این اسرائیل همچنان که شما اشاره کردین حمله غافلگیرانه داشته باشه. اگر قرار است که این حمله رو آمریکایی‌ها اعلام بکنن و یا اینکه تاریخ تقریبی بدهن، در اون صورت غافلگیرانه نخواهد بود. به نظر من اسرائیل در حال آماده کردن توانایی‌های خود هست برای حمله به جمهوری اسلامی در کنار کارهایی که در شمال و جنوب انجام میداد، یعنی تضعیف هرچه بیشتر حماس و جهاد اسلامی در نوار غزه و جنوب لبنان، به خاطر اینکه اینها قرار بوده که این گروه ها قرار بوده که پیشگامان جمهوری اسلامی برای برخورد با اسرائیل بودن و در نتیجه بایستی اینها رو به طور مشخص اسرائیل خنثا بکنه تا اینکه راه باز بشه برای کاری رو که قرار هست که انجام بده علیه جمهوری اسلامی. بنابراین به نظر من نه فاش شدن اون گفته شد که راجع به اهداف و زمان حمله، نه اون مؤثر بوده در تصمیم گیری اسرائیل و نه این رجزخوانی های رهبران جمهوری اسلامی که شما اشاره کردین به 4 تن از اونها. با توجه به اینکه در واقع یک سوءقصد ناکام به جان نتانیاهو اتفاق افتاد، یک حمله پهپادی به اقامتگاهش صورت گرفت، آیا فکر میکنید که شخص علی خامنه‌ای میتونه هدف موجهی برای اسرائیل باشه؟ خب طبق گفته خود رهبران جمهوری اسلامی، از جمله شخص علی خامنه‌ای، این راه رو باز میکنه، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی حرف از حمله متناسب با ضد حمله و یا اینکه حمله اسرائیل میزنه. در نتیجه زمانی که قرار هست نخست وزیر اسرائیل که عالی ترین مقام اجرایی این کشور هست کشته بشه، خب به طبع خامنه‌ای و تمام رهبران سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی هدف قرار خواهند گرفت. و نکته دیگری که باید به اون اشاره کرد، اون 4 شخصی رو که اسپوردین، سلامی، قالیباف و دیگران، ببینین اینها هیچ کدوم، به زبان اینها توجه بکنین، کلماتی رو که بر زبان میارن هیچ نه ارزش سیاسی داره نه نظامی داره. زمانی که سلامی صحبت از این سیستم تاد میکنه به عنوان لوله، این همون شخصی است که از در دیگ به عنوان کرونا یاف صحبت میکرده. بنابراین اینها صلاحیت این کار رو ندارن و به همین خاطر هست که ایران رو در ورطه بسیار خطرناکی فرو خواهند برد.
خب جمهوری اسلامی هم از اون سو ادعا میکنه که پاسخ حکومت بستگی داره به نوع عملیاتی که اسرائیل و سوی دیگه در واقع انجام میده. سوی دیگه هم اسرائیل بارها گفته قاطع و غافلگیر کننده خواهد بود. پیش بینی شما در مورد این پاسخ اسرائیل چگونه است؟ اعتقاد من اگر نگاه بکنیم به اون چیزی که اسرائیل حداقل طی این دو سال گذشته گفته و به خصوص در یک سالی که از حمله تروریستی 7 اکتبر حماس و جهاد اسلامی به اسرائیل میگذره، هر چیزی که اسرائیلی ها گفتن واقعیت بوده، به خاطر اینکه هم حملاتی رو که گفتن هم تلفاتی رو که اعلام کردن اینها با واقعیت خونده همخوان بوده. و در این مورد همون چیزی که میگویند که این حمله بسیار کشنده خواهد بود، بسیار دقیق خواهد بود و اهدافی رو در نظر خواهد گرفت که بتونه جمهوری اسلامی رو فلج بکنه، به اعتقاد من چنین خواهند کرد. خب بحث اهداف در گذشته بارها گفته شده، تکرار شده، به طبع اهداف سیاسی و نظامی، این توانایی های سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی و همینطور زیر ساخت های انرژی جمهوری اسلامی و احتمالاً این تأسیسات هسته‌ای هم میتونن جزو این اهداف باشن. ضمن اینکه نبایستی فراموش کرد اهداف دیگری رو، نظیر بنادر جنوب ایران که از این بنادر هست که سپاه پاسداران به طور قاچاق دست به ترافیک اجناس و نفت میزنه و از بین یا اونها رو امسکار انداختن، خب ضربه ایست که به درآمدهای سپاه وارد خواهد شد. بنابراین بایستی دید که نتیجه این تهدیدات به کجا خواهد انجامید. ولی امر مسلم این که اون چی که اسرائیلی ها در مورد حمله به جمهوری اسلامی زدن اون کار رو انجام خواهند داد، به خاطر این که بود و نبود اسرائیل در تضعیف و یا از بین بردن جمهوری اسلامی به عنوان رژیم هست. جمهوری اسلامی دو بار تلاش کرده، صدها موشک و پهپاد هم شلیک کرده، دیدم ناکام شده. با این حساب همچنان به رجزخوانیش ادامه میده و همچنان تحریک میکنه اسرائیل رو. دلیل این امر چیه؟ ببینید اینها کردین از جمله عضو این مجلس خبرگان و یا اینکه سعیدی نماینده خامنه ای در قم، اینها کسانی هستند که نمیدانند از چه چیزی میگویند و آشنایی حتی سطحی هم به اعتقاد من به امور نظامی و سیاسی و دیپلماسی ندارند و در نتیجه اون چیزی که میگویند صرفا از روی نادانی است و از اونجایی که یکی از تخصصهای بسیار بزرگ آخوندها صحبت کردن هست، دروغ گفتن و به قول خمینی خودعیگریست، خب در نتیجه این صحبت ها رو می کنن با این نیت که این صحبت ها گوش شنونده خواهد داشت در بین مردم ایران و یا اینکه خارجی ها. ولی هرچی که اینها بیشتر صحبت می کنن خب به طبع خود رو رسواتر می کنن، به خاطر اینکه این نشان از ضعف عمیق اندیشه در این افراد داره و همینطور عدم شناخت از توانایی های خود و توانایی های دشمن خود. خب ما حدود یک دقیقه تا پایان این بخش و گفتگومون فرصت داریم. شما اشاره کردین در ابتدای فرمایشاتتون که در واقع داره برنامه ریزی میکنه، از یه طرف داره نیروهای نیابتی رو در واقع تضعیف میکنه، ولی چندین هفته طول کشیده. معمولا اسرائیل در فاصله خیلی کوتاهی پاسخ میداد. دلیلش این هستش که ممکن هستش که درخواست آمریکا باشه که تاسیسات هسته‌ای رو نزن، یا در واقع مشورت داره میده به اسرائیل، یا نه؟ خب به طبع آمریکایی‌ها استراتژیک دارن با اسرائیل، صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا و دولت آمریکا به طور کلی نزد اسرائیلی‌ها بسیار با ارزش و در نتیجه به اونها توجه می‌کنن. منتها در تحلیل نهایی اگر نگاه بکنیم طی دهه‌های گذشته، اگر که اسرائیل موجودیت خود رو در خطر ببینه به طور قطعی کاری رو انجام خواهد داد که بایسته است از دید اسرائیلی‌ها. بنابراین این هم میتونه یک عنصری باشه فشارهای آمریکا، ولی خب از اونجایی که جمهوری اسلامی ظاهراً صدها یا هزاران موشک در اختیار داره، آمادگی‌هایی رو لازم هست که اسرائیل و آمریکا و دیگر متحدین اسرائیل در منطقه و خارج از خاورمیانه اینها
انجام بدن تا اینکه بتوانند این حمله‌ای رو که انجام خواهد شد و در مورد نیاز به این حمله اشتراک مساعی وجود داره و همینطور همگی بر این نظر هستن که بایستی صورت بگیره، بنابراین یک پیشدرآمدهای لازم هست، ولی خب فشار آمریکا هم بهتر بی‌نتیجه نیست. سپاسگزارم از شما. هوشنگ حسنیاری، متخصص مسائل نظامی و استراتژیک از کینگستون کانادا. فهیمه روبیول، استاد دانشگاه و کنشگر ایرانی فرانسوی که به تازگی نشان لژیون دونور فرانسه رو دریافت کرده، به بخش فارسی صدای آمریکا گفته میخوام به دولت مردان فرانسه ثابت کنم که 80 میلیون مردم ایران هیچ ربطی به حکومت جمهوری اسلامی ندارن و میخوان مانند همه دنیا فقط یک زندگی معمولی داشته باشن. خانم روبیول همچنین در بخشی از گفتگوش با صدای آمریکا گفته که دریافت نشان لژیون دونور در فرانسه از صدقه سر تحصیل، شایستگی ها، محیط باز و شکوفایی زنان در دوران پهلوی بوده. به گفته خانم روبیول، به همراه آوردن این تجربیات به فرانسه بر فعالیت های او در این کشور تاثیر گذاشته. این نشان که یک افتخار خیلی خیلی بزرگی برای من هستش و اون رو به همه زنان ایران تقدیم می کنم، ثمره 45 سال کار و کوشش من در فرانسه است که اونها معتقد هستند که این 45 سال من به فرانسه خدمت کردم، که توی این خدمت نه تنها کار در انرژی اتمی فرانسه بوده، از تحقیقات گرفته تا مدیریت‌های کلان. بعد از اینکه من از انرژی اتمی فرانسه آمدم بیرون به خاطر اینکه رسیده بودم به اون چی که بهش میگن سقف شیشه‌ای، ترجیح دادم که استعفا بدم و شرکت خودم رو تأسیس کنم برای مشاوره در ممیزی و تدریس در مذاکره، حل مناقشه و رهبری، و این بود که منو برد به طرف تدریس در دانشگاه تهران، دانشکده فیزیک، دانشکده فنی ببخشید، برای بچه‌هایی که مهندسیشون رو گرفته بودن و می اومدن یک MBA بخونن. به نظرم می رسید که کار خیلی خوبی دارم می کنم که این مهارت‌ها رو در سطح خیلی بالا بیارم، از فرانسه و از جاهای دیگه که گرفته بودم بومیشون کنم، به زبان فارسی ترجمهشون کنم. این رو اضافه کنم که نشان لژیون دونور یا لژیون افتخار یکی از معتبرترین افتخاراتیه که در کشور فرانسه میشه به دست آورد. این نشان ملی در اوایل قرن 19 میلادی توسط ناپلئون بناپارت بنا شده و تاکنون شمار دیگری از ایرانی ها هم به پاس انجام فعالیت ها و خدمات برجسته تونستن به اون دست پیدا کنن. گفتگوی کامل با خانم فهیمه روبیول رو میتونید در وبسایت بخش فارسی ملاحظه کنید. خبرها رو پی می‌گیریم با چند خبر و گزارش در مورد داخل ایران. سازمان حقوق بشر ایران در گزارش‌های جداگانه اعلام کرده که دست کم 10 تن در زندان‌های ایران اعدام شدند. در این گزارش‌ها از اعدام 2 مرد با اتهام قتل عمد در زندان مرکزی زنجان، اعدام 2 تبعی افغانستان به اتهام قتل عمد در زندان مرکزی قم، اعدام 5 زندانی در زندان قزل‌حصار و اعدام 1 زندانی در زندان مرکزی گرگان یاد شده. در ماه‌های اخیر روند اعدام‌ها در ایران شدت گرفته و بر همین اساس مقامات اروپایی و آمریکایی هم بارها نسبت به شدت گرفتن اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کردند. در خبر دیگه، ریحانه انصاری نژاد، فعال کارگری محبوس در زندان اوین، از ابتدای مهر از ملاقات حضوری و دیدار با فرزندانش محروم شده. خانم انصاری نژاد از درد شدید در مهره‌های کمر و گردن رنج می‌برد، ولی مقام‌های زندان اوین از اعزام او به بیمارستان خودداری می‌کنند. دکتر زندان فیزیوتراپی برای این زندانی تجویز کرده، اما رئیس بند به بهانه نداشتن مراقب زن در زمان اعزام به درمانگاه از روند درمان اون جلوگیری کرده. ریحانه انصاری نژاد به دلیل مشارکت در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام از ملاقات و روند درمان محروم شده. این فعال کارگری در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به 4 سال زندان و 2 سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی و ممنوع خروجی محکوم شده بود. ماموران وزارت اطلاعات روز 22 اردیبهشت 1401 ریحانه انصاری نژاد رو در خانه‌اش بازداشت کردند.
تقریبا هر روز خبرهای نگران کننده ای از وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران به گوش میرسه. بسیاری از خبرهای حقوق بشر در زیر سایه جنگ و مشکلات اقتصادی کمرنگ تر میشن، از بیخبری و ممنوع الملاقات بودن مادر نیکا شاکره میگرفته تا وضعیت بحرانی سلامت و ریشه مرادی پس از 15 روز اعتصاب غذا و نرگس محمدی که به گفته زنان همبند او از بیماری های جدی و متعددی رنج میبره و هزاران خبر از این دست. در این ارتباط گفتگویی داریم با دو میهمان، خانم مهتاب قربانی نویسنده و فعال حقوق بشر از پاریس و آقای معین خزائیلی حقوقدان و عضو مرکز مشاوره و آموزش حقوقی دادبان از مالمای سوئد. درود بر هر دوی شما. در خبرها اومده بود که خانواده علی سیدی، جوان 25 ساله‌ای که در شهر پرند کشته شده، تهدید شده تا از سالگرد او در واقع جلوگیری کنند و برگزار نشه، تمام پوسترها و اعدامیه‌ها رو هم ناچار شدن جمع کنند. ترس حکومت از برپایی مراسم سالگرد کشته شدن پس از 2 سال چی میتونه باشه؟ خانم قربانی شما پاسخ بدید. عرض ادب دارم خدمت شما و مخاطبین محترم برنامه‌تون. من فکر می‌کنم حکومتی که با سرکوب و ارعاب حکومت می‌کنه بسیار از این می‌ترسه که تجمع‌های برپا بشه علیه فراموشی، برای زنده نگه داشتن نام و یاد کسانی که جانشون رو شجاعانه در راه آزادی ایران دادن. بنابراین تمام تلاش خودش رو می‌کنه که برگزاری این مراسم ها رو به مثابه کارزاری علیه فراموشی و دادخواهی ممنوع بکنه، برای اینکه میخواد به مردم نشون بده که داستان اعتراض ها تموم شده و فکر میکنه که با سرکوب بیشتر و ایجاد ارعاب بیشتر میتونه اون فراموشی رو که میخواد در جامعه حاکم بکنه، در حالی که شواهد نشون میده که اشتباه میکنه و مردم ما اگر نتونن بر سر مزار کشته شدگان مراسم بگیرن و علیه این فراموشی بیستن، به شیوه های دیگه این بزرگداشت رو برگزار میکنن و به هر حال اون شعار هرگز فراموش نکن سر لوحه مردم ایران هستش. آقای خزائیلی، میخوام این سوال رو از شما بپرسم. مگه سلامت جان زندانی بر اساس همین قوانین جمهوری اسلامی بر عهده سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه نیست؟ چرا وقتی جان زندانیان بر اثر بیماری یا اعتصاب غذا به خطر میفته حکومت هیچ توجهی نمی‌کنه بهش؟ درود بر شما و بینندگان گرامیتون و همچنین مهمان گرامیتون. همطور که شما گفتید، خب بر اساس قوانین مشخصاً مسئولیت سلامت جان زندانیان با سازمان زندان‌ها و مقامات قوه قضاییه است. اما مسئله اینجاست که مقامات قضایی در ایران، دستگاه قضایی به ویژه نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و مقامات زندان‌ها، از این حق اساسی، یعنی حق سلامت، حق بر سلامت و حق بر درمان، به عنوان یک ابزار شکنجه و اعمال فشار علیه زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی استفاده می‌کنند. ما اگر نگاه بکنیم به اونچه که به عنوان تعریف شکنجه در کنوانسیون بین‌المللی شکنجه ارائه شده، مشخصاً می‌بینیم که جلوگیری آمدانه از دسترسی زندانیان به حق درمان، به حق بر سلامتی، به حق دسترسی به خدمات پزشکی، مشخصاً بر اساس این تعریف هست و مصداق بارز شکنجه قرار میگیره. حتی ما مواردی داشتیم که از این مسئله به عنوان ابزار قتل استفاده کرده دستگاه قضایی در ایران، نظام جمهوری اسلامی، مانند مورد بکتاش آبتین. اعمال این فشار بر زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی خب مشخصا اهداف معلومی هم داره برای دستگاه قضایی. همراه کردن زندانیان در حقیقت با خواسته های مقامات زندان، جلوگیری از فعالیت زندانیان سیاسی در زندان، جلوگیری از همراهی مثلا با بحث شنبه های نه به اعدام یا انتشار اعلامیه هایی که از داخل زندان از سوی زندانیان سیاسی منتشر میشه، در نتیجه این ابزاری است که نظام جمهوری اسلامی مشخصا داره ازش استفاده میکنه برای اینکه زندانیان سیاسی رو به ویژه شکنجه بکنه و تحت فشار بذاره که با خواسته های خودش همراه بشن در زندان. خانم قربانی، ناصر مکارم شیرازی که از روحانیون تندرو هست گفته برخورد قهری و خشونت آمیز در زمینه حجاب بانوان نتیجه معکوس داره. نزدیک به نیم قرن حکومت زور گفته و هنوز هم زنان رو آزار میده. چی شده یک بار ناصر مکارم شیرازی در این مورد زبان به انتقاد گشوده؟ فکر
کنم این باز یک بازی درون حکومتی هستش. ما بارها این چنین اظهار نظرهایی رو در طیف‌های مختلف افرادی که وفادار به حکومت هستن دیدیم. مثلا خیلی از آدم‌هایی که اصلاح طلب هستند هم اینجور نظرات رو داشتن. اما حالا ناصر مکارم شیرازی با اون تندرویی که همه ازش سراغ داریم وقتی این حرف رو میزنه، من فکر میکنم یکی به خاطر جذب کردن اون قشری از مذهبیونی هستش که یک کمی به اصطلاح میتونن متعادل‌تر باشن، یک کمی با این برخوردهای قهری حکومت مشکل دارن و یکی از یک جهت دیگه میخواد اون قشر جوونهایی رو که دیگه هرگز به عرصه اصلاح طلبی برنمیگردن رو امیدوار بکنه و در واقع یک ترفندی حالا ساده لوحانه پیاده بکنن که بخوان بخشی از جامعه رو جذب بکنن به حکومت. همجور که دیدیم علی خامنه‌ای تو همین سخنرانیش دیروز یا پریروز بود گفتش که ما فقط باید دلها رو به دست بیاریم. در واقع همه ترفندی رو به کار میبرن که دلها رو به دست بیارن، ولی میدونیم که کار نمیکنه. این سوال من میخوام آقای خزائلی بپرسم. گزارشگر ویژه سازمان ملل نسبت به سلامت طاهر نقوی، وکیل زندانی که در واقع با شما هم در واقع در یک شغل همکار هست به نوعی، در زندان اوین ابراز نگرانی کرده، به این معنی که بعضا سازمان‌های بین‌المللی هم این جنایت حکومت جمهوری اسلامی رو خبر دارن. چرا این توصیه‌هایی که به جمهوری اسلامی می‌کنن سازمان‌های بین‌المللی اثر نمی‌ذاره و اصلا چه باید کرد که فشار بر حکومت افزایش پیدا کنه؟ من فکر می‌کنم این مسئله دو دلیل اصلی داره. دلیل اول خود ماهیت نظام جمهوری اسلامی است و نوع نگاهی که اساساً مقامات جمهوری اسلامی به بحث حقوق بشر دارن، این که اساساً برای آنچه که ایدئولوژی حاکم در ایران در شرایط فعلی هست، بحث حقوق انسانی، حقوق بشر هیچ اولویتی نداره. صرفاً و صرفاً اون حفظ نظام هست که همواره و همیشه در اولویت هست و هر جایی که بین در حقیقت اعمال حاکمیت و حقوق شهروندان تداخل پیش میاد، خب مسلماً در چنین ایدئولوژی این اعمال حاکمیت و حفظ نظام هست که در ارجحیت و اولویت قرار میگیره. دلیل دوم اما متاسفانه این هست که خب نظام جمهوری اسلامی هم به تجربه یاد گرفته که این توصیه ها متاسفانه صرفا همواره در حد توصیه باقی میمونه و کشورها اقدام عملی مناسبی در راستای پاسخگو کردن نظام جمهوری اسلامی نسبت به موارد گسترده نقض حقوق بشر نمی کنند. دست کم آنچه که در دو نیم سال گذشته، نزدیک به سه سال گذشته فراهم بود برای نظام بین‌المللی برای اینکه پرونده جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر و دیوان بین‌المللی کیفری بفرسته، خب این اتفاق نیفتاد. خب این توصیه ها رو جمهوری اسلامی هم یاد گرفته که صرفا در حد توصیه باقی میمونه و تا زمانی که اقدام عملی هم صورت نگیره متاسفانه این وضعیت برقرار خواهد بود. بخش بعدی سوال من این بود که چطور میشه فشارها رو زیاد کرد؟ مشخصا فشارها باید با اقدامات عملی افزایش پیدا بکنه. به نظر من صرف این که گزارش ها منتشر بشن، بله این برای این مفید هستن که موارد مستندسازی بشه و جمع‌آوری بشه برای این که در دادگاه صالح مورد استفاده قرار بگیره برای محاکمه. اما خب تا زمانی که این دادگاه صالح برقرار نشه، تا زمانی که محاکمه آغاز نشه، تا زمانی که کشورها اقدام عملی نکنن در برابر جنایت های جمهوری اسلامی، از جمله مثلا اتفاقی که در سوئد افتاد، دست کم محاکمه نمایندگان جمهوری اسلامی یا دست کم بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی یا اعمال تحریم های مشخص تر مبنی بر حقوق بشر، تحریم هایی که مشخصا نهادهای نظامی در ایران، نهادهایی که با حاکمیت همکاری دارند رو تحت تاثیر قرار بده، خودداری از همکاری اقتصادی با نظام جمهوری اسلامی که همچنان ما ببینیم برخی از کشورها حتی در همین اروپا هم دارن انجام میدن، اینها فشارهایی است که خب در عمل باید وارد بشه. اما متاسفانه اون چیزی که ما شاهدش هستیم صرفا صدور بیانیه یا اعلام یک سری توصیه هایی است که خب در عمل میبینیم فشار چندانی هم به نظام جمهوری اسلامی وارد نمیکنه. خانم قرآنی، در این اعتراضات برخی از خانواده ها بنا به دلایلی از فرزندان زندانیشون یا جانباخته خودشون اطلاع رسانی نکردن. برخی ها مثل نیکا به یک چهره تاثیرگذار و ماندگار بدر شد. با اون گزارشی که بر اساس اسناد لو رفته در مورد تعرض به نیکا و کشتن اون منتشر شد، حکومت اگر ادعای اسلامی بودن هم داشت، باید عوامل این جنایت رو دست کم توبیخ میکرد یا دادگاهی میکرد. شما در بخش قبلی فرمودین در مورد اینکه حکومت تلاش میکنه به نوعی دلها رو به دست بیاره و
حداقل در مقابل مادر دادخواه در واقع می اومد این کار رو انجام میداد، نه اینکه مادر دادخواه رو در واقع خودش رو بربایه. اگر حکومت دایه دینداری داشته و میخواد دلها رو به دست بیاره، چرا در مورد فساد و جنایت عوامل خودش سکوت کرده؟ از دو بخش به سوال شما پاسخ میدم. احتمالاً ممکنه حالا این صحبت به مزاق بعضی ها خوش نیاد، اما همون دینی که جمهوری اسلامی به درستی و به شایستگی نمایندگیش رو میکنه، یعنی من معتقدم ادعاشو نداره، چهره واقعیش رو داره نشون میده، همون دین مجازات بسیار بسیار سختی رو برای مخالفین در نظر میگیره. حالا دیگه نگاه نمیکنه طرف مادر دادخواهه، پدر دادخواهه. در این مورد معتقدم که جمهوری اسلامی نماینده درستی هست برای دین اسلام، نماینده واقعی هست. اما از بخش دوم، اینکه چرا حکومت این عوامل رو توبیخ نمی کنه، ما قوه قضایی مستقل در ایران نداریم، در جمهوری اسلامی نداریم. همه کسانی که مرتکب این جنایت ها میشن عواملی هستند که به شدت به جمهوری اسلامی وفادارن و در موقع ما یک فلش رفت و برگشت داریم. جمهوری اسلامی حکم رو صادر میکنه در مراتب بالا، در رده های بالا، و افراد در رده های پایین حکم رو اجرا میکنن. بنابراین اینها با هم همپوشانی دارن و اصلا من فکر میکنم جمهوری اسلامی اصلا واقف، اصلا خواست این رو نداره که به این شیوه بخواد دلها رو به دست بیاره. این که من گفتم میخواد دلها رو به دست بیاره، با حرف زدن، با یه سری حالا مدل فتواهای نرمتر و آرومتر، ولی در بحث مجازات اسلامی ما دیدیم که جمهوری اسلامی هرگز یک قدم، حتی در مسئله حجاب مثلا، هرگز یک قدم کوتاه نیومده. و باز میخوام اشاره بکنم که در یک سیستم توتالیتر همه چیز در هم تنیده است، همه چیز به هم پیوسته است، از بالاترین مراتب تا پایین‌ترین رتبه ها اینها در هم تنیده شدن از جوانب مختلف. یعنی ما نگاه که بکنید میبینیم از یک نگهبان ساده دادگاه شما بگیرید، یک قاضی دادگاه، تا یک فرمانده سپاه، انقدر همه از هم آتو دارن و همه با هم پیوند خوردن که اصلا کسی نمیتونه تو اون سیستم اگر هم بخواد مستقل عمل بکنه. خب شما اشاره کردین که در واقع جمهوری اسلامی نمیخواد این کار رو انجام بده، ولی در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه دشمن جمهوری اسلامی شدن به خاطر این ناعدالتی ها، شاید حداقل دلخورن ازش، جمهوری اسلامی هم استاد قربانی کردن عوامل بیارزش خودش بوده، حتی در ردهای بالا رو قربانی کرده، حداقل دست کم نباید میگرفت اینها رو قربانی هم میکرد برای این نمایش؟ من فکر میکنم دیگه جمهوری اسلامی میدونه که ما مثلا از اون دوره جنبش دانشجویی گذر کردیم که اینا یک سرباز بیچاره‌ای رو گرفتن، اونم تازه به جرم دزدیدن ریشتراش محاکمش کردن، یا حالا به قول شما به هر حال برخی از عوامل رد بالای خودشون رو. نمی‌گم جمهوری اسلامی به درستی میدونه که مردم دیگه دلخوش به این رفتارها نمیشن و مردم به طور کامل از جمهوری اسلامی گذر کردن، رد شدن. وقتی مردم میگن بین ما و جمهوری اسلامی دریای خون جاریه، من فکر میکنم که این دیگه کاملا واضح و مبرهنه و برای همینه که جمهوری اسلامی از بعد از آبان 98 دیگه دناعت رو به سرحد خودش رسونده، واقعا یعنی شمشیر رو از رو بسته. وقتی به بچه 10 ساله شلیک میکنه، من فکر میکنم هیچ تعارفی نداره. هم مردم هم جمهوری اسلامی میدونن که ما در یک جنگ هستیم، جنگی که مطمئنا نتیجهش به نفع مردم ایران خواهد بود. آقای خضائری، در کنار اعدام‌های بیشمار در ایران، هر چند روز یک بار خبر کشته شدن کولبر، سوخبر، حتی شهروندان عادی بر اثر شلیک مستقیم گلوله نیروهای نظامی منتشر میشه. روز جمعه هم در سردش به دلیل شلیک هنگ مرزی کولبری به نام ابراهیم احمد نژاد کشته شده. در جمهوری اسلامی قانونی برای استفاده از اسلحه توسط نیروهای انتظامی و نظامی نیست، یا اصلا ارزشی برای جان انسان قائل نیست؟ خب مشخصا قانون در این زمینه وجود داره و اگر اجرا بشه تا حدود قابل توجهی هم این تیراندازی های بی ضابطه و قطعهایی که اتفاق میفته کاهش پیدا خواهد کرد. اما مسئله و در حقیقت مشکل در دو چیز خلاصه میشه. نکته اول این هست که اساسا نظارتی بر اجرای قانون وجود ندارد، به این معنی که نهادهای نظارتی که باید بر اجرای قانون توسط ضابطان قضایی نظارت بکنند،
و بر کار اونها به عنوان ماموران ضابط دستگاه قضایی نظارت داشته باشن و کار اونها رو پیش ببرن. خب فور دستگاه قضایی در ایران همطور که مهمان عزیز دیگرمون هم گفتن اساسا نهاد مستقلی نیست که بخواد در راستای حقوق شهروندی عمل بکنه. دستگاه قضایی در ایران بیشتر از آنچه که به معنی واقعی مدعی العموم باشه در بخش دادستانی و حقوق شهروندی رو مطالبه بکنه، یک نهاد کاملا حاکمیتی است که به دنبال اعمال حق حاکمیتی است، اونجایی که در حقیقت حقوق شهروندان با حق اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران به تداخل میخوره، با هم به مشکل برمیخورند. خب مشخصا هم ما همیشه شاهد این بودیم که اونجایی که این تعارض و تداخل پیش میاد، این حق نهادهای امنیتی بوده که ابتدا به رسمیت شناخته شده، چرا که خب نهادهایی هستند که اعمال قدرت میکنند به عنوان بازوهای دستگاه قضایی در ایران، به عنوان بازوی اعمال قدرت و به عنوان قوه قهریه دستگاه جمهوری اسلامی فعالیت میکنند. و خب اونجا همیشه این حقوق شهروندان بوده که در ابتدا پایمال شده. نکته دوم و مشکل دوم اما اساسا خود نوع ایدئولوژی حاکم در ایران هست که در اون ایدئولوژی اساسا حقوق انسانی، اون چیزی که ما به عنوان حق حیات، حق کرامت انسانی، حق سلامت، حق بردرمان و حق زندگی به رسمیت شناخته شده، تنها در جایی تعریف میشه که با ایدئولوژی حاکم و با دین حاکم و با مذهب حاکم و با نظام سیاسی حاکم همخوانی داشته باشه. و اونجایی که بین اینها تعارض پیش بیاد، مسلما آنچه که همیشه در اولویت هست اون ایدئولوژی حاکم هست، اون حقوق شهروندان هست که قربانی میشه. سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه، خانم مهتاب قربانی نویسنده و فعال حقوق بشر از پاریس فرانسه و آقای معین خزائیلی حقوقدان و عضو مرکز مشاوره و آموزش حقوقی دادبان از مالمو سوئد. بیننده ساعت خبر صدای آمریکا هستین. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک گروه هکری ایرانی متهم به رهگیری ایمیل‌های کمپین دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواهان ریاست جمهوری آمریکا، سرانجام در انتشار مطالب سرقت شده خودشون موفق شدند. در هفته‌های اخیر هکرها شروع به ارسال ایمیل‌های ترامپ به طور گسترده‌ای به یک کارزار سیاسی دموکرات و روزنامه‌نگاران مستقل کردند. ارسال این ایمیل‌ها به کارزارهای سیاسی و روزنامه‌نگاران مستقل بعد از اون انجام شد که گروه‌های هکری موفق به جلب رسانه‌های اصلی در این زمینه نشدند. دانشکده حقوق دانشگاه استنفورد در آمریکا روز گذشته با همکاری اندیشکده مقدم در پژوهش‌های ایران و مرکز مطالعات بین‌المللی و راهبردی کنفرانسی رو در زمینه مسئله گروگانگیری در سیاست خارجی برگزار کرده. در این کنفرانس که با حضور برخی از مقام‌های آمریکایی هم بوده، چالش‌های موجود در سیاست‌های خارجی و چالش گروگانگیری شهروندان کشورهای دیگه به عنوان تاکتیکی برای پیشبرد اهداف سیاسی و امتیازگیری دولت‌هایی مثل جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته. آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران که از جمله حاضران در این کنفرانس بوده، روز جمعه در شبکه ایکس از این رویداد به عنوان فرصتی برای پرداختن به تلاش‌های جمعی ایالات متحده و جامعه بین‌المللی در متوقف کردن گروگانگیری از سوی جمهوری اسلامی به عنوان یک سرکوب فراملی استقبال کرده. آقای پلی در این توییت همچنین تاکید کرده که آمریکاییان از سفر به ایران خودداری کنند. رای دهندگان آمریکایی امسال نه تنها تعیین خواهند کرد که دونالد ترامپ به کاخ سفید راه پیدا می‌کنه یا کامالا هریس، بلکه روشن می‌کنند که مجلس سنا دست کدام حزب خواهد افتاد. حزبی که در مجلس نمایندگان یا سنا اکثریت بیشتر رو داشته باشه، نقش کلیدی در عملی شدن برنامه‌های قانونی رئیس جمهوری خواهد داشت. توجه شما رو جلب می‌کنم به برگردان گزارشی از کاترین جیپسون، خبرنگار صدای آمریکا، از رقابت‌های تعیین کننده در سراسر آمریکا. دانا وست یک فعال دموکرات است و نه تنها از گاراژ خانه خود در شهر لاس وگاس رای دهندگان را برای کاملا هریس جلب می کند، بلکه می گوید سخت در تلاش است تا سناتور دموکرات جکی روزن بتواند کرسی خود در سنا را حفظ کند.
هر چی بیشتر بتونیم با رای دهنده صحبت کنیم بیشتر خیالم راحت میشه که میتونیم دوباره جکی رو برای سنا انتخاب کنیم و اکثریت رو داشته باشیم. نوادا یکی از ایالت‌های آمریکاست که نتیجه آراء آن تعیین می‌کند دموکرات‌ها اکثریت سنا را خواهند داشت یا جمهوری خواهند. هم‌اکنون دموکرات‌ها با یک کرسی بیشتر یعنی 51 کرسی کنترل سنا را در دست دارند. رقیب روزن سام براون که در جنگ افغانستان آسیب دیده می‌گوید وقت تغییر در واشنگتن فرا رسیده. باید اقتصادمون رو درست کنیم. کارهایی هست که میتونیم بکنیم، از مسکن تا سیاست انرژی. ضمناً باید فکری هم به حال وضعیت مرز جنوبیمون بکنیم. در تگزاس که معمولاً ایالتی جمهوری خواه بوده، اکنون رقابت بین کالن آلرد دموکرات و سناتور تد کروز جمهوری خواه خیلی تنگاتنگ است. در مناظره هفته پیش، آلرد کروز را در مورد حمله 6 ژانویه 3 سال پیش به کنگره به چالش کشید. این انتخابات در واقع وقت جواب پس دادن اونه. نمیشه فقط وقتی حزب خودت میبره وطن پرست باشی. این جواب کروز بود. شنیدین چیزی در مورد قیام آنتیفا و جنبش سیاه‌پوستان که شهرهای متعددی تو کشور رو سوزون بگه؟ و در ایالت کشاورزی مونتانا، سناتور دموکرات جان تستر با تیم شیهی جمهوری خواه روبروست. در کنوانسیون ملی دموکرات‌ها که چندی پیش برگزار شد، یکی از نمایندگان انتخاباتی ایالت گفت ممکنه بسیاری از رای دهندگان به دونالد ترامپ رئیس جمهوری جمهوری خواه پیشین رای بدن، اما برای سنا به یک دموکرات. سناتور تستر لایحه مزرعه رو برامون به تصویب رسوند. ما زرنگتر از اونیم که عوضش کنیم. اما در کنوانسیون ملی جمهوری خواهان، نمایندگان انتخاباتی ایالت لیبرال بودن او را برای ایالت مناسب ندونستند. تیم شیهی سرباز واقعیه. اون یه قهرمان رزمیه. اون عضو نیوی سیله. احتمال دست به دست شدن کنترل مجلس نمایندگان هم می رود. از جمهوری خواه به دموکرات. انتخاب تمامی 435 کرسی مجلس امسال در دست مردم است. اما کشورهای غربی نسبت به اعزام سربازان کره شمالی از سوی روسیه برای جنگ در اوکراین ابراز نگرانی می‌کنند. در روزهای اخیر گزارش‌هایی از اعزام این سربازان منتشر شده. فرشته رستگار گزارش می‌دهد. ابتدا کره جنوبی فاش کرد که روسیه از کره شمالی سرباز گرفته تا آنها را به جنگ با اوکراین بفرستد. گزارش اولیه از اعزام 1500 سرباز کره شمالی خبر می‌داد. اما حالا خبرهای تایید شده میگوید 3000 سرباز کره شمالی که شاید تا ماه آینده به 10000 سرباز برسند. کاخ سفید چهارشنبه رسما اعلام کرد که مستنداتی به دست آورده که بر پایه آنها کره شمالی دست کم 3000 سرباز به روسیه اعزام کرده است که بر پایه شواهد محتملاً قرار است از آنها در تجاوز نظامی کرملین علیه اوکراین استفاده شود. ما از نزدیک با متحدان و شرکای خود در تلاشیم تا درک کاملی از وضعیت به دست آوریم. اما امروز من آنچه را که در این مرحله می‌دانیم به اشتراک می‌گذارم. بر پایه ارزیابی ما بین اوایل تا اواسط ماه جاری کره شمالی حداقل 3000 سرباز را به شرق روسیه اعزام کردند. ما ارزیابی می‌کنیم که این سربازان با کشتی از منطقه وونسان در کره شمالی به ولادیوستوک روسیه سفر کردند. این سربازان سپس به چندین سایت آموزش نظامی در شرق روسیه رفتند و در حال حاضر در آنجا آموزش می‌بینند. ما هنوز نمی‌دانیم که آیا این سربازان در کنار ارتش روسیه وارد جنگ خواهند شد یا خیر، اما این احتمال قطعاً و مطمئناً بسیار نگران کننده است. مقامات اوکراینی از جمله رئیس اداره اطلاعات وزارت دفاع اوکراین میگویند احتمالاً از چهارشنبه نخستین گروه نظامیان کره شمالی به کورسک، منطقه‌ای در خاک روسیه که تحت کنترل ارتش اوکراین است، میرسند. کره شمالی اتهامات علیه خود را قبول نکرده و روسیه هم میگوید این گزارش‌ها درباره استفاده از سربازان کره شمالی ضد و نقیض است. در این میان جان کربی مشاور امنیت ملی کاخ سفید در حوزه ارتباطات هشدار داده اگر سربازان اعزامی کره شمالی در جبهه جنگ علیه اوکراین به کار گرفته شوند، آنها به اهدافی برای سربازان اوکراین در خواهند آمد. ارتش اوکراین از خود در برابر سربازان کره شمالی دفاع خواهد کرد، همانطور که از خود در برابر سربازان روسی دفاع می کنند.
پیشتر وال استریت جورنال گزارش داده بود که اعزام سربازان کره شمالی به جنگ روسیه با اوکراین در پیمان همکاری‌های دو جانبه که تابستان گذشته بین مسکو و پیونگیانگ امضا شد، پیش‌بینی شده بود. روسیه علاوه بر کره شمالی از کمک‌های نظامی از جمله پهپادی جمهوری اسلامی در حمله به اوکراین استفاده کرده است. در پی تشدید درگیری‌ها میان حزب‌الله و اسرائیل، بریتانیا اعلام کرده کمک‌های بشردوستانه و تجهیزاتی شامل هزاران بسته غذایی و کیت پزشکی را به نیروهای مسلح لبنان تحویل داده. این کمک‌ها در چارچوب تلاش‌های بین‌المللی برای حمایت از ثبات و امنیت لبنان و کاهش بحران انسانی در این کشور ارائه می‌شود. سایر کشورها هم از جمله کانادا و اتحادیه اروپا کمک‌های مالی و اضطراری خودشون رو برای پشتیبانی از آوارگان و آسیب دیدگان افزایش دادن. ارتباطی داریم با همکارم لیلی نیکور از لندن. لیلی، از جزئیات کمک‌های بریتانیا به لبنان برامون بگید. شاید بد نباشه به این اشاره کنم اول که از ابتدای همین ماه اکتبر بود که سازمان ملل اعلام کرد، تخمین زد که دست کم حدود 420 میلیون یورو واسه آوارگان لبنان که حدود 4 میلیون نفر هستند نیازه. در این راستا خب کمک‌های زیادی از سوی کشورهای بسیاری انجام شد. در ابتدای همین ماه بریتانیا از کمک مالی 10 میلیون یورویی خودش هم در واقع خبر داد، اما امروز خبر از وزارت خارجه بریتانیا رسید که بیش از 12 هزار بسته غذایی و بیش از 70 کیت خیلی ضروری پزشکی مخصوص مناطق جنگی به لبنان داده برای استفاده برای درمان کسانی که آسیب دیدن و کسانی که خب جیره های غذایی برای کسانی که آواره شدن در نتیجه این حملاتی که ارتش اسرائیل به لبنان داشته، در واقع به حزب الله داشته در لبنان. این رو هم یادآوری کنیم که خب نیاز به منابع حیاتی نیاز ضروری هست در لبنان در حال حاضر، اونطور که سازمان‌های امدادرسان دارن اعلام می‌کنن. دیروز هم یک نشستی در پاریس با حضور بیش از 70 کشور و 15 سازمان بین‌المللی برگزار شد برای جمع‌آوری کمک برای لبنان که حدود 800 میلیون دلار فقط برای مردم لبنان و آوارگان جمع‌آوری شد و 200 میلیون دلار دیگه هم به ارتش لبنان، به دولت لبنان کمک کردند کشورهای مختلف. و فرانسه و آلمان به تنهایی 200 میلیون یورو، یعنی هر کدوم از این کشورها حدود 100 میلیون یورو هم کمک جداگانه به مردم لبنان و آوارگان لبنان اعطا کردند. مرسی لیلی. لیلی نیکفر، خبرنگار صدای آمریکا از لندن. و یک گزارش ورزشی. هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران امروز با برگزاری 4 دیدار در شهرهای مختلف آغاز شد. همزمان امروز سرمربی جدید تیم فوتبال استقلال هم آغاز به کار کرد. ارتباطی داریم با علی عمادی، همکارم گزارشگر ورزشی صدای آمریکا از لس آنجلس کالیفرنیا. علی، جزئیات رو از تو بشنویم. این فکر می‌کنم مربی جدید استقلال اولین مربی آفریقایی تبار فوتبال ایران باشه و در شرایطی که خیلی از مربیان و بازیگران خارجی حاضر نیستن به ایران بیاد، این سمت رو قبول کرده. در مورد این برامون بگو. درسته کوروش، پیتسو موسیمانه اولین سرمربی آفریقایی در فوتبال ایرانی که به طور رسمی امروز در واقع معرفی شد. این مربی گفته بعد از تحقیقاتی که از دوست 20 سالش کارلوس کیروش، میدونیم که کارلوس کیروش متولد موزامبیک هست، مربی سرمربی سابق تیم ملی ایران که خب این رفاقت نزدیکی داشتن، گفته از او پرسیدم و پذیرفتم که به ایران بیام. میدونیم که خب بیش از دقیقاً یک ماه پیش، دقیقاً چهارم شهریور، چهارم مهر امسال، استقلال مربیش از دست داد. جواد نکونام استعفا داد و میشه گفتش که
استقلال به دنبال مربی خارجی جانشین جواد نکونام بود و هیچ مربی کارآمددار اروپایی همونطور که تو بهش اشاره کردی به درستی حاضر نشد تو شرایط کنونی، فضای پرتنش و احتمال درگیری که بین جمهوری اسلامی و اسرائیل هست قبول نکردن به ایران بیان و موسیمانه در واقع میشه گفت آخرین گزینه‌ای بود که مطرح شد هفته پیش و استقلال باهاش به توافق رسید برای 900 هزار دلار قراردادی که با او بستند و تا 20% هم برای پاداش‌ها در 4 مرحله یعنی 5 دیدار نخبگان اگر به لیگ نخبگان آسیا رو ببره 45 هزار دلار، اگر قهرمان دیگ بشه همینطور 1/4 این 20% و اگر جام حذفی رو و در واقع اگه در واسه قهرمان بشه. به هر حال ایشون سابقه دستیاری کارلوس آلبرتو پریرا برزیلی رو در تیم ملی آفریقای جنوبی داره. موسیمانه بعد از پریرا و جوئل سانتانا بین سال 2010 تا 2012 سرمربی تیم ملی کشورش بود، بعد با تیم ماملودی سانداونز در آفریقای جنوبی در 2016 قهرمان جام باشگاه قاره آفریقا شد، قهرمانی سوپر جام آفریقا، 8 قهرمانی با این تیم تو رقابت‌های داخلی کسب کرد، با باشگاه الاهلی مصر قهرمانی جام باشگاه آفریقا داره و قهرمان سوپر جام آفریقا هم شد. برخی از کارشناسا از چون این کارنامه پر جامی داره از وعد و وعید دادن رئیس در واقع رئیس هیئت مدیره استقلال و مدیر عامل این باشگاه برای که در واقع بالا بردن توقع هوادارا هست، فشار بیش از اندازه باشگاه استقلال روی مربی است، گفتن به صرفی که فرشید سمی مدیر عامل باشگاه که تو مراسم معارفه امروز گفته بود موسیمانه سرمربی جدید ازش توقع قهرمانی داریم، به دنبال مربی بودیم که به جام بیاره، ما به دنبال بازگشت استقلال به دوران اوج این باشگاه هستیم و آقای دوست حسن روشن پیشکسوت باشگاه با زیر سوال بردن قرارداد با این مربی گفت اصلا اینقدر بدبخت شدیم حالا بریم از آفریقا مربی بیاریم، سبک و مدل فوتبال ما با اونا فرق می‌کنه، قدرت بدنی آفریقایی‌ها رو نداریم، الان همه مربیای با کارنامه تو اروپا آفریقا قرارداد دارن با تیم‌هاشون، ولی این مربی بی تیم بوده اومده به ایران و برخی از پنهان شدن مدیران پشت سر این مربی گفتن، چون می‌دونیم که هفته‌های پیش گذشته خب شعار حیا کن رها کن خیلی شنیدیم علی سمیع شهریاری مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره استقلال، به هر حال استقلال بعد از 2 باخت در لیگ نخبگان و یه باخت بعد مقابل زباهن فردا قراره که مقابل خیبر خرم‌آباد به میدان بره، البته احتمال داره که چون آیدی کارتش نبوده هنوزم سهراب بختیاری‌زاده رو نیمکت بشینه. مرسی علی. علی عمادی خبرنگار ورزشی صدای آمریکا از لس آنجلس کالیفرنیا. فضانوردان آمریکایی و روسی بعد از 8 ماه اقامت در ایستگاه فضایی بین‌المللی سرانجام با فضاپیمای نظامی شرکت اسپیس اکس به زمین برگشتند. بازگشت اونها رو طوفان استوایی میلتون که فلوریدا رو در هم کوبیده بود به تعویق انداخته. بهنام ناطقی گزارش میده. کپسول حامل مسافران ایستگاه فضایی بین‌المللی در نخستین ساعات صبح جمعه 4 آبان به وقت شرق آمریکا همزمان با حدود 10 صبح جمعه به وقت تهران در خلیج مکزیک به زمین نشست. 3 فضانورد آمریکایی و 1 فضانورد روسی را فضاپیمای دراگون شرکت اسپیس اکس طی پرواز موسوم به کرو 8 از ایستگاه فضایی بین‌المللی جدا کرد و به زمین باز آورد. بازگشت آنها را نقص فنی فضاپیمای بوئینگ استارلاینر و طوفان استوایی میلتون دست کم 2 ماه به تعویق انداخت. استارلاینر ماه گذشته بدون سرنشین از ایستگاه فضایی بین‌المللی جدا شد و با موفقیت به زمین بازگشت. تصاویر ناسا فضاپیمای دراگون و 4 چتر نجاتی که برای کنترل فرود باز شدند را نشان می‌دهد و سرانجام برخورد کپسول فضاپیمای دراگون با آب‌های خلیج مکزیک در ساحل شهر پنساکولای فلوریدا. امدادگران به سرعت سکوی برای دراگون آماده می کنند و بعد از گشودن دریچه به فضانوردان برای خارج شدن از آن کمک می کنند. بعد از پرواز فضایی و به خصوص ورود پرتکان و لرزش به اتمسفر زمین، فضانوردان برای خارج شدن از کپسول به کمک نیاز دارند. ابتدا فضانورد مت دامنک بیرون می آید و بعد از او فضانورد مایک بارت و سپس جنت اپس و سرانجام فضانورد روسی الکساندر گربنکین از کپسول خارج می شوند. این تصاویر لحظات ورود فضانوردان به فضاپیمای دراگون شرکت اسپیس اکس را نشان می دهد که یک شنبه 8 مهر ماه برای بازگرداندن آنها به ایستگاه فضایی بین المللی رسیده بود. بعد بستن کمربندها و جدا شدن کپسول دراگون از ایستگاه فضایی بین المللی.
دو فضانورد سونیتا ویلیامز و بوچ ویلمور که با استارلاینر شرکت بوئینگ به ایستگاه فضایی رفته بودند و آنجا گیر کردند، حالا چند ماه دیگر هم باید صبر کنند. پرواز موسوم به کرو 8 شرکت اسپیس اکس از مدت‌ها قبل برای بازگرداندن ساکنان اصلی ایستگاه فضایی بین‌المللی برنامه‌ریزی شده بود. این ترتیب پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم که با صدای آمریکا همراه هستین. یک ساعت دیگه مجدداً در خدمت شما خواهم بود. تو این فرصت میتونین روی خط رو ببینید با اجرای همکارم آریان ریسباف و موضوع نقض سیستماتیک حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران، و بعد یک نگاه رو ببینید گفتگوی کامبیز توانا با کلودیا بنت، وکیل بین‌المللی و کارشناس حقوق بنیاد حقوق بشر HRF در نیویورک. برای اخبار بیشتر هم به وبسایت ما سر بزنید، voanewsfarsi.com. شب و روزتون خوش و بدرود. صدای آمریکاست.